آخوند سعیدی امام جمعه خامنه ای در قم. نگذاریم جوانان و نوجوانان به دام مجاهدین بیفتند. شما برای شناخت منافقان لازم نیست تاریخ را ورق بزنید، بلکه کافی است به حوادثی که در طول انقلاب اسلامی خود ما اتفاق افتاد، به خصوص اخیراً در کشورمون، یک نگاهی بیندازید تا منافقین اصل خودتون رو بشناسید، اونها را بشناسید و نسبت به اونها مراقب باشید. هم خانواده ها و هم مسئولان ما، هم حوزه علمیه ما، هم دانشگاه های ما، همه ما مسئولین در قبال این جوان ها و نوجوان ها. نگذاریم به دام نفاق بیفتن. پروردگارا کشور ما را از شر منافقین و کید و مکرشان محافظت بفرما. آخوند مطیعی امام جمعه خامنه ای در سمنان: بازاری ها را تهدید می کنند اعتصاب کنید، اخیراً رفتن دنبال رانندگان، این دشمنی تمامی ندارد. یه روز میرن بازاری ها را تهدید می کنند اعتصاب کنید، اخیراً رفتن دنبال رانندگان بزرگوار و شریف ما، این دشمنی تمامی نداره. الان عده مزدور میان برای 16 آذر برنامه میریزن، حال با گریه از بازی وقتی بازی رو واگذار کردن خارج شدن، اون وقت یه عده بیان چی اسمشون رو بگذاریم؟ بگیم وطن فروشن، بگیم مزدورن، یا کلمات دیگه ای باید پیدا کرد برای اینها که بیان برای پیروزی استکبار جهانی برای آمریکا بیان شادی بکنند در کشور جمهوری اسلامی. آخوند دوری نجف آبادی، نماینده خامنه‌ای در استان مرکزی: توهین به امام، توهین به نظام، توهین به شهدا، توهین به خامنه‌ای، توهین به فوتبالیست‌های نظام، خیانت‌های روشنی است. آدم گلایه دارد. حالا بوق بزنیم و چراغ بزنیم، مگر چه شده؟ من ما آبروم میدیم، منت میداریم، افتخار، اما قلب واقعیت‌ها توهین به امام، توهین به نظام، توهین به شهدا، توهین به رهبری، توهین به فوتبالیستای جمهوری اسلامی ایران. این خیانت روشنیه. اینا فوتبالیستای ما هم دارن تو جبهه حالا می‌جنگن، حالا موفقیتشون ممکن درصد کامل نبوده. تو از این که بعضیا بی‌مهری می‌کنن آدم گلایه داره. حالا بوق بزنیم و چراغ بزنیم، رقاصی کنیم، چی شده؟ و حالا توی یه مسابقه فوتبال هم فرض کن یه گل هم به جمهوری اسلامی بزنن، ما ده ها گل دیگه به اونا زدیم، گل اصلی رو ما به اونا زدیم. حالا لااقل ما دیگه با دشمن هم صدا نشیم. اگه خانه خودمون رو و بچه های خودمون رو تشویق نمی کنیم، با دشمن همراهی نکنیم.